یک سری روش های هستش که کمک میکنه تولید شیر مادران افزایش پیدا بکنه. یکی از دغدغه های مادران بعد از زایمان اینه که میزان شیرشون کم هستش و شیر کافی ندارن که در واقع به نوزادشون بدن. تو این ویدیو میخوام یک سری روش ها و راهکارهایی رو معرفی بکنم که کمک میکنه تولید شیر مادر افزایش پیدا بکنه. من قبلا یه ویدیو ساختم در مورد اینکه چه دلایلی هستش که باعث میشه شیر مادر کم بشه و ما بتونیم در واقع اونها رو اصلاح بکنیم و این ویدیو هم یک سری راهکار رو بهتون میده که کمک میکنه میزان تولید شیر مادر افزایش پیدا بکنه. اولین راهکاری که میخوام معرفی بکنم تماس پوست با پوست با نوزاد هستش. حتما در روزهای اولیه یا هم ماهای اولیه بعد از تولد نوزادتون سعی بکنید میزان تماس پوستیتون رو افزایش بدید و اینکه میتونید کودک رو به بدن خودتون، به سینه خودتون بچسبونید و همین تماس پوستی در واقع به نوزادتون هم احساس خوبی میده، احساس امنیت و آرامش میده و همچنین کمک میکنه که تولید شیر مادر هم افزایش پیدا بکنه. دومین راهکاری که هست اینه که به خصوص حالا بعد از زایمان چون مادر خیلی خسته میشه، انرژی زیادی ازش در واقع گرفته شده و همین شب بیداری ها باز اضافه میشه، خیلی انرژیش افت پیدا میکنه و اون خستگی مادر میتونه روی تولید شیرش تاثیر بذاره. پس حتما سعی بکنین وقتایی که مثلا نوزاد در طی روز میخوابه شما هم همراه با نوزادتون بخوابین، استراحت بکنین که وقتی اون بیداره شما هم انرژی کافی داشته باشین و ترجیحاً اگر کسی هم هست که تو کارهای منزل بهتون کمک بکنه حتما ازش کمک بگیرید. نکته بعدی اینه که تعداد دفعات شیردهی رو سعی بکنین توی روزهای اول بعد از زایمان بیشتر بکنین. حداقل تو 24 ساعت سعی بکنین 8 بار اون دفعات شیردهی رو داشته باشین برای نوزادتون، یعنی تقریبا هر 3 ساعت یا دیگه هر 4 ساعت حتما سعی بکنین که به فرزندتون شیر بدین یا نه سینه‌تون رو حتما تخلیه بکنین. حالا میتونین با شیردوش دستی یا برقی این کار رو انجام بدین. و اینکه قبل از اینکه بخواید به نوزادتون شیر بدین یا حتی همون لحظه که دارین شیر میدین یه حوله نسبتاً گرمی رو روی سینه‌تون بذارین و با دست میتونید سینه‌تون رو ماساژ بدین یا به عبارتی پمپ بکنین که کمک بکنه که میزان شیر بیشتری در واقع بیاد. بعضی وقتا پیش میاد که مثلا نوزاد داره شیر میخوره یهو مثلا قدرت مکیدنش کم میشه، حالا یا خسته میشه یا ممکنه اون وسطا یهو خوابش ببره و همین باعث میشه که دیگه به شیر خوردن ادامه نده و در واقع سینه کامل تخلیه نشه. شما تو اون لحظه سعی بکنید که در واقع با ماساژ دادن یا همون روش برست کامپرشن کمک بکنید که در واقع شیر بیشتری به جریان بیفته که در واقع تو دهن نوزاد وقتی شیر بیاد دوباره ادامه میده به مکیدن و همچنین که زودتر این کار رو متوقف نمی کنه و به شیر خوردن ادامه میده که اون سینه کامل تخلیه میشه. حالا این تخلیه سینه، حالا ماساژ سینه یا برست کامپرشن رو چجوری انجام بدین؟ همونطور که گفتم وقتی دیدین که قدرت مکیدن نوزاد کم شده، ضعیف شده یا داره خوابش میبره دیگه نمیخواد بخوره شیر، در واقع میتونین کمک بکنین که جریان شیر بیشتر بشه و به جریان بیفته. انگشت شستتون رو در قسمت بالای سینه و بقیه انگشت زیر سینه قرار بدین و با یک در واقع فشار ملایم و آهسته سعی بکنین که از قسمت بالا شیر رو به سمت نوک سینه بیاری، در واقع انگشت پشت حاله سینه قرار بگیره که کمک بکنه اون مسیر خروجی بسته نشه و اینکه لازم هم نیست خیلی سفت و محکم فشار بدی، با همون فشار ملایم و آهسته کمک میکنه که شیر بیشتری به جریان بیفته که این کار رو میتونی حالا در طی همون لحظاتی که دارین شیر میدین انجام بدین یا در انتهای شیردهی این کار رو انجام بدین که کمک میکنه سینه‌تون بیشتر تخلیه بشه. نکته بعدی اینه که حتما از هر دو سینه استفاده بکنید. اگر از یک سینه استفاده نکنید تولید شیر کمتر میشه. پس اگر تو یک وعده از یک سینه استفاده کردید تو وعده بعدی حتما از سینه بعدی استفاده بکنید که کمک بکنید که سینه خالی بشه که شیر بیشتری تولید بشه. و همونطور که گفتم بعد از اینکه شیردهی انجام شد ممکنه نوزاد نتونه، در واقع چون فکش ضعیفه نتونه کامل شیر رو تخلیه بکنه، حتما شیردوش حالا دستی یا برقی تو خونه داشته باشین و بعد از اینکه شیردهی انجام شد خودتون همون سینه رو در واقع با شیردوش دستی یا برقی مجدد تخلیه بکنید که این در واقع پیام به بدنتون صادر میشه که شیر بیشتری تولید بکنه.
و بهتره که این کار رو حتما شبا هم انجام بدین که به تولید بیشتر شیر کمک میکنه. اگر حالا نوزادتون سینه رو نمیگیره و حتما هم میخواین شیر خودتون رو بدین، حتما با شیردوش برقی حالا داشته باشین که کمک بکنه شیر رو بدوشین و از طریق شیشه در واقع شیر رو به فرزندتون بدین. امیدوارم نکاتی که تو این ویدیو براتون گفتم براتون مفید آموزنده بوده باشه و کمک بکنه که بتونین نوزادتون رو با شیر خودتون تغذیه بکنین و یک نوزاد سالمی داشته باشین. اگه از ویدیو من استفاده کردین و خوشتون اومد، حتما ویدیو رو لایک بکنین برای دوستاتون که فکر میکنین نیاز دارن که این اطلاعات رو داشته باشن و به تازگی صاحب فرزند شدن، براشون حتما بفرستین. و اگر با سوالی هم دارین تو قسمت کامنت ازم بپرسین. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.